22 اردیبهشت ماه 1396 خورشیدی و 12 می 2017 میلادی. در صفحه آخر امشب میپردازیم به مناظره های انتخاباتی و وعده های داده شده. پرده آخرم که آخر برنامه. اما قبل از هر چیز تقدیمی امشب به همه مسئولان جمهوری اسلامی. در پیوند با فاجعه کشته شدن 43 معدنچی معدن زغال سنگ یورت آزاد شهر و استان گلستان. 13 اردیبهشت این معدن به دلیل فقدان ایمنی معدن و تونل هایی که تا 1700 متر زیر زمین کنده شده بود منفجر شد. شماره تلفن تقدیمی صفحه آخر که بارها اعلام کردیم 201-202-382-5982. تکرار میکنم 201-202-382-5982. فیلم و ویدیو هم که میتونین به ایمیل صفحه آخر بفرستین lastpage@voanews.com. فیسبوک ما VOA Last Page و تلگرام بخش فارسی صدای آمریکا فارسی VOA. قبل از شروع برنامه به روال معمول برنامه های صدای آمریکا موظفم عرض کنم خدمتتون که نظر مهمانان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. خب از 1600-700 نفری که داوطلب شده بودن گفتن 1630 تا که رئیس جمهور آقا بشن 6 نفر رو معرفی کردن، 6 نفر رو از فیلتر رد کردن، 6 فیلتریزه که مردم باید فقط به یکی از اینا رأی بدن. از این 6 تا فیلتریزه 2 تاشون میدونید دیگه قطعا سیاهی لشکران، میر سلیم و هاشمی تبا. اینا رو دیگه همه میدونن و بنده هم هیچ دلیلی نمیارم که وقت برنامه رو بی خود نگیرم. تو چارتای باقی مونده روحانی و رئیسی خب بدیهی است که بیان دو صف بندی در بین نیروهای حکومتن که البته میتونه این دو صف بندی از درون حکومت به سطح جامعه منتقل بشه. خیلی نکات مربوط به مناظره ها رو ما نمیرسیم توی این برنامه حتی اشاره بکنیم، حالا برنامه های بعدی هم هست البته، از نکاتی که عرض کردم که نمیرسیم اشاره بکنیم و از اهمیت کمتری برخوردارن شاید نسبت به موضوعی که بحث میکنیم امشب دربارش. مثلا این نکته که قالیباف تو مناظره ها فکر میکنم مناظره دوم بود که گفت شهرداری تهران کلی کمک کرده به موسیقی و اصولاً هنر رو شکوفا کرد تو این 10 سال گذشته. درباره سینما و تئاتر اینا هم صحبت میکنه. فکر نمیکنم کسی یادش رفته باشه که از سال 93
معاون فرهنگ هنری همین قالیباف یعنی حجت الاسلام شهاب مرادی تمام کلاس‌های موسیقی فرهنگ سراها رو تعطیل کرد. استعداد کلی هنرجو رو که پول رفتن به کلاس‌های خصوصی رو ندارن پشت راحت. یه فرمان شفاهی. اون وقت میاد عد میگه من هنر موسیقی رو در پایتخت رواج دادم و به هنرمندان موسیقی کمک کردم. و ببینین از این خالیبندی ها پره تو این مناظره ها و سخنرانی های انتخاباتی. یا مثلا نمونه دیگه، مناظره درباره آموزش پرورش شاید دیده باشین، همه شد جدل سر وزیر آموزش پرورش روحانی و واردات غیرقانونی پوشاک بچه. هیچ کس هیچ طرح و برنامه ای نداد از این 6 نفر، مثل البته بیشتر بخشای دیگه. و تأسف آورتر این بود که در حالی که بحث پرت و آقایون نامزدهای فیلتریزه سر قاچاق پوشاک وزیر به جای بحث مهم آموزش و پرورش 12 میلیون دانش آموز جریان داشت، اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران تو زندان اوین تو اعتصاب قضا بود. امروز 12مین روز اعتصاب قضاشه. 6 سال بهش حکم زندان دادن چون درست دغدغه همون چیزایی رو داره که باید این 6 تا شخصیت داشته باشن. اسماعیل عبدی که خودش معلم ریاضی تو کرج، طرح و برنامه آموزشی ارائه میده داده و کانون صنفی معلمان طرح داره. آدمای دغدغه دار اهل فکر عضو این کانونن. حق همکاراشون رو از صندوق ذخیره غارت شده فرهنگیان دنبال میکنن. این آدم باید بیفته زندان. بعد اینا بشینن به جای رقابت برنامه‌ای سر آموزش و پرورش تو سر کله هم بزنن که جنس وارداتی وزیر قاچاق بود یا نبود. چیزای خنده‌دارم البته بود تو این یکی دو هفته اخیر، از جمله باز یه نمونه عرض کنم خدمتتون. تو کمپین سردار قالیباف تو یکی از سالن‌های سخنرانیش خوشگل موطلایی، آدم یاد مریلین مونرو میفته. بله، در خدمت خانم ژاله وفا هستیم، تحلیلگر مسائل اقتصادی، و آقای حسن دایی پژوهشگر سیاسی. درود بر شما، خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. اگر بخوایم از معیشت مردم و اقتصاد مملکت شروع کنیم، ناگزیر باید بریم سراغ برجام که دولت روحانی میگه باعث گشایش اقتصادی شده. ابراهیم رئیسی میگه نتیجه‌ای برای ایران نداشته و البته نمونه هم میده. الان تحریمی که در رابطه با حوزه بانک کردن، ما یک بانک دست چندم متوسط در ترکیه، یک بانک متوسط در فلان کشور گفتن، یک سری LCI در رابطه با. ببینید اصلا موضوعی که در رابطه مطرح اینه که ما در رابطه با تحریم بانکی که اساس گردش پولی و بانکی کشور و حوزه اقتصادی در مسئله بانکی ظاهر میشه آثارش، این تحریم الان باقی هست. اونا میگن باقی، خودشون هم میگن بر نمیداریم. عجیبه، ما میخوایم از طرف اونا حرف بزنیم، خودشون میگن این تحریم بر نمیداریم. آقای دایی اجازه بدید که نخست از شما بپرسم که بسیار در حوزه مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی و پیامدهای برجام و خود برجام و اینا تحقیق کردین، مطلب نوشتین و خب ما مستفیض شدیم. البته ببینید، صحبت آقای رئیسی رو شنیدیم، میر سلیم هم تو مناظره ها گفت که پول فروش نفت امروز هم به ایران بر نمیگرده بعد از برجام به دلیل تحریم‌های همچنان بانکی و به جاش کالاهای بنجل وارد کشور میشه. سوال مشخص این است، چون واقعا هیچ پاسخ روشنی هیچ کدومشون به مردم ندادن.
حالا شما بدین پاسخ روشن رو، چه تحریم‌های بانکی لغو شده، چه تحریم‌های بانکی همچنان هست؟ سلام دارم خدمت شما، خدمت خانم وفا و همه هموطنان عزیز. عرض کنم من تلاش میکنم در دو سه دقیقه این بحث تحریم‌ها و تحریم‌های بانکی رو به روشنی توضیح بدم اگه بتونم، چون واقعش اینه که انقدر پیچ و خم داره که حتی کارشناسان مسائل تحریم تو خود همه آمریکا هم در خیلی از موارد گیج میشن. ببینید، بعد از برجام یا سازش هسته‌ای، تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای از طرف اروپا و شورای امنیت لغو شدن. تحریم‌های آمریکا تعلیق شدن. چرا تعلیق شدن، لغو نشدن؟ برای اینکه اکثر این تحریم‌ها مصوبه کنگره بود و کنگره با این نوع سازش هسته‌ای که به جمهوری اسلامی حق غنی‌سازی در داخل کشور میداد و میگو بعد از 10 تا 13 سال محدودیت‌های برنامه هسته‌ای هم برداشته میشن بسیاریش، مخالف بود. بنابراین لغو نکرد. بنابراین رئیس جمهور اینا رو از قدرت خودش استفاده میکنه، چند وقت یه بار، شش ماهی یه بار تعلیق میکنه. درست؟ این میشه تحریم‌های هسته‌ای. ولی همین که لغو نشدن و تعلیق شدن یعنی چی؟ یعنی در هر لحظه میتونه برگرده به سابق. در یه شرایطی تنش سیاسی رئیس جمهور موافق نباشه، این خودش به اصطلاح ابهام در آینده روابط تجاری با جمهوری اسلامی بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌ها رو مردد میکنه در انجام معامله. یک، تحریم های غیر هسته‌ای یعنی مربوط به نقض حقوق بشر، تروریست، نمیدونم، همه اینها هنوز سر جاشه هست. خب اینها هم میشه دوتا. اما برسیم به تحریم های مالی. بخشی از حرف های رئیسی درسته، کلا میتونن نفت رو بفروشن، میتونن پولش هم بگیرن. در دوره آقای اوباما خزانه داری خیلی تلاش کرد که بتونن حتی برخی معاملات رو با دلار انجام بدن، ولی هنوز بانک‌های اروپایی با جمهوری اسلامی معامله نمی‌کنن، فایننس نمی‌کنن، بانک‌های کوچک انجام میدن. حتی جواد ظریف تو همایش تجاری اقتصادی ایران و اروپا هم دو هفته پیش گله کرد. این مسئله جدی وجود داره. چرا؟ اولا سیستم بانکی آمریکا به روی جمهوری اسلامی بسته است. هر معامله ام می‌کنن حتی به دلار نباید از سیستم مالی اروپا آمریکا عبور کنه، یعنی یوترن بهش میگن، نباید داشته باشه. خب میتونید حد بزنید چقدر محدودیت. دومی که معامله با نهادها و مؤسساتی که تحت تحریم هستن در ایران ممنوعه، میتونن بانک‌ها جریمه بشن. در گذشته بانک‌های اروپایی میلیاردها دلار به خاطر این جریمه شدن و میترسن. حالا اقتصاد ایران یکی از غیر شفافترین اقتصادهای روی دنیاست. بانک‌های ایران متهم به پولشویی هستن، یعنی معلوم نیست کی کجاست، صاحب چیه. بنابراین یه بانکی که میخواد یه معامله انجام نمیده، بده نمیدونه طرفش کیه، نمیدونه که آیا در آینده میتونه تحریم بشه، مجازات بشه از طرف آمریکا یا نه. یک نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی هست، FATF یعنی Financial Action Task Force. این مهمترین نهاد مبارزه با پولشویی. جمهوری اسلامی در لیست سیاه این مؤسسه است به عنوان پولشویی، حمایت از تروریست و غیره. البته این افتخار فقط نصیب جمهوری اسلامی نشده، یک کشور دیگه هم توی این لیست سیاه هست و اونم کره شمالی. 9 کشور هم تحت نظارتن ولی فقط 2 کشور تحت توی لیست سیاه هست. درسته؟ حالا مثلا طبق تحقیقات مؤسسه بازل که خیلی معروفه در مورد پولشویی، از 147 کشور جهان که بررسی کردن در آخرین گزارش، جمهوری اسلامی آخره از نظر شفافیت، یعنی یکی از فاسدترینه. 40% اقتصاد کشور واقعش اینه که در اختیار نهادهایی که پاسخگو نیستن، مالیات نمیدن، یا سپاه یا رهبری یا همین آستان قدس رئیسیه. درست؟ میلیون ها حساب بانکی در ایران وجود داره، معلوم نیست صاحبش کیه. بخش مهمی از اقتصاد کشور قاچاق میشه. تمام این عدم شفافیت ها، به اصطلاح دخالت جمهوری اسلامی در تروریسم از نظر مالی، حمایت مالی و اینها، باعث میشه که بانک ها به اصطلاح این خیر جمهوری اسلامی رو ببخشن، بگن نخواستیم وارد نشن. بنابراین حرف رئیسی درسته، بخشش غلطه. میتونن خیلی از معاملات انجام بدن، خیلی هم نمیتونن انجام بدن. ولی مهمش اینه که تقصیر کیه؟ تقصیر سیاست های کلی جمهوری اسلامی. اون بخشش که درسته فرمودید، ببخشید، اون بخش که غلطه، حالا درستش توضیح دادن، اون بخش غلطه کدوم بخش است؟ میتونن نفت رو، یعنی ببینید در آقای کری خزانه داری آمریکا تایید کردن که اینا بتونن پولای نفتشون رو برگردونن، نفت رو هم راحت میفروشن.
یه سری معاملات دلاری هم میتونن انجام بدن بدون اینکه وارد سیستم آمریکا بشه، یعنی معامله نفت و اینا میتونن بکنن. اون بخشیشو که درست میگه رئیسی اینه که بله، بانک‌های بزرگ معامله نمی‌کنن، سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک و کلان در ایران نمیشه چون کلی تحریم‌ها مونده، تحریم‌های مالی هنوز سر جاشه، هیچ شرکتی نمیاد. نیاز جمهوری اسلامی به گفته خود روحانی 50 میلیارد دلار حداقل در سال سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک به خصوص در بخش صنعت نفت و گازه. اینا رو نمیان انجام بدن. به دلیل چی؟ به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی. اگه رئیسی راست میگه بیاد یقه ولی فقیر رو بگیره، چرا یقه روحانی رو میگیره؟ بله، خب ببینید، اجازه بدید که یه توضیح کوتاهی داد روحانی در یکی از این مناظره ها درباره راه‌های درآمد دولت بشنویم. مردم ما باید بدونن که دولت وقتی ما میگیم درآمد دولت عمدتا نفت و مالیات، یه چیز دیگه نیست، اون بقیه دیگه خیلی کمه. ما میخواییم روز به روز اتکای ما به نفت که کم بشه، اینکه برنامه ماست. این دولت هم این کاری کرده. این دولت به جای 35%، 45% اتکا به نفت آورده، رسونده به 30% و حتی زیر 30%. بله، خب ببینید خانم ژاله وفا، خوش آمدید مجددا عرض میکنم به برنامه. یه صفحه آخر ببخشید، همه جا خانم مقدمن، ما این بار رفتیم سراغ آقایون. ببینید، اتکا به درآمد نفت الان روحانی شنیدیم گفت از 45% رسیده به زیر 30%، یعنی 70%، یعنی اگر اینجوری بخوایم حساب کنیم که درآمدش هم نفت و مالیات هست، یعنی میگه 70% درآمد دولت از مالیاته. این درسته واقعا؟ عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم، همچنین شما جناب آقای طلعتی و دیگر میهمان گرامی آقای دایی. عرض کنم بودجه ایران نه تنها در دوره آقای روحانی، در دوره‌های قبل هم یک ترکیب مشخصی داره، حالا هر چقدر هم بخوان آمار سازی کنه، این از که یک حاصل درآمد نفت، دو به اصطلاح مالیاتی که بر واردات کالاهایی که وارد میشه و عوارض گمرکی و همچنین مالیات بر حقوق و یه مقدار بزرگیش که بس موقع خیلی بیشتر از درآمد نفت هم هست، کسر بودجه تشکیل میده که در واقع پیش فروش ثروت‌های ملی کشور. ادعا میکنن سهم مالیات بالا رفت. خب این ادعا دروغ متاسفانه. چه نوع مالیاتی؟ مهم اینه. ببینید این مالیاتی که میگیرن، حالا من خدمتون عرض میکنم در چند دقیقه که در اختیارم هست. مالیاتی که میگیرن بخشیش مالیات بر عملکرد وزارت نفت. خب بس ربط مستقیم داره به درآمد نفت. بخشیش برمیگرده مالیات بر حقوق که به واسطه درآمد نفتی و فروش نفت، ثروت‌های کشور، فروش گاز، این درآمد حاصل میشه. حقوق کارکنان دولت بازنشسته و غیر بازنشسته که بادم کرده شده 8.5 میلیون، این حقوق رو میدن، مالیات بر این باز به نفت وابسته. حقوق کالاهایی که مثلا مالیاتی که بر کالاهای وارداتی بر مبنای اعتبار، کدوم اعتبار این ارز در اختیار وارد کنندگان قرار میگیره به غیر از اعتبار نفت و خود مثلا شرکت نفت، هزینه های سرمایه گذاری که میکنه به غیر از نفت چی داره که بخواد با تکیه بر اون این کار رو بکنه؟ در داخل رو دارم خدمت رو عرض میکنم، جدا از سرمایه گذاری خارجی که انجام هم نمیشه. مالیات دیگری که میگیرند مالیات بر مثلا فرض کنیم صادرات پتروشیمی که درصدش بسیار پایینه. خب ما این موضوع مالیات رو ادامه میدیم هر موقعی که بحث شدن. مجددا خانم وفا به من لطفا بفرمایید که اگه الان بحث الان خوب ادامه بدیم. پس اصل هستم. بله بفرمایید، خواهش میکنم. بله داشتم عرض میکردم که انواع و اقسام مالیات هایی که در این بودجه درج میشه همه به شکلی مستقیم و غیر مستقیم به درآمد نفت وابسته است. چه مالیات بر حقوق که از کارمندان دولت میگیرن، چه مالیات بر عملکرد وزارت نفت، چه مالیات بر صادرات به اصطلاح مواد نفتی، گازی، پتروشیمی باز به نفت وابسته است، چه مالیات
گرفته شده. ببینید یه مقدار اینو روشن‌ترش بکنید. مثلا مالیات به ویژه، مالیاتی که از کارمندهای دولت گرفته میشه پیش از اینکه حقوقشون رو بگیرن مالیاتشون برداشته میشه. بله. چگونه یعنی چی به درآمد نفت کجا از کجا این دولت از چه محل ممر چه تولید داخلی درآمد داره که بخواد حقوق 8.5 میلیون کارمند بازنشسته و غیر بازنشسته رو که الان میده بپردازه، به غیر از اینکه از درآمد نفت حاصل میشه. یعنی در واقع یک مغلطه میکنن، میگن که از سهم وابستگی به نفت کم کردیم به وابستگی به مالیات افزودیم. همچین چیزی امکان نداره، یعنی رخ نداده. خود کل مالیاتی که میگیرن تماما به فروش و درآمد نفت که وابسته است. ببینید یعنی به این منظر نگاه بکنید، در واقع تمامی بودجه شکلی فرمی است از فروش ثروت‌های ملی. بله. حالا معادل هم جزش گاز و نفت و ثروت‌های ملی و یک کسر بزرگ بودجه. پس بنابراین یه نگاه کلی اگر بخوایم بکنیم، من مشخص باز میخوام برم روی راه حل هایی که حالا در حدی به طور مشخص بعضی از این نامزدان فیلتریزه دادن. یکیش از رئیسی است که وقتی که مسئله فاصله طبقاتی خب بعد از 38 سال دیگه الان به میزان وحشتناکی رسیده است که خود آقایون همشون ترس دارن از این که داریم به کجا میریم، و برای این کاهش فاصله طبقاتی رئیسی دو راه حل دو چیز تکیه میکنه. یکی مسئله یارانه ها که حالا برمیگردیم رو موضوع یارانه ها، و یکی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی. این خیلی تکرار میکنه این عبارت جلوگیری از فرار مالیاتی. حالا اصلا کاری به این بحث نداریم که همین آقای رئیسی وقتی مجلس نهم تصویب کرد که مالیات از آستان قدس رضوی هم گرفته بشه، نامه نوشت به خامنه‌ای. من هفته پیش هم گفتم نامه‌شو نشون دادیم که و گفت که آستان قدس مالیات نمیده، خامنه‌ای هم دستور داد که قم نده. یعنی مثل که یک قرون دوزاره. مثلا حالا همین شخص مثلا شده نظام مالیاتی. ما از حقوق بگیرانی که امروز درآمد اونها زیر 3 میلیون تومان هست، باید نسبت به اخذ مالیات از اونها حتما تجدید نظر بشه. ضمن این که از افرادی که فرار مالیاتی دارند، به عنوان این که ازشون تعبیر میشه یقی سفیدان یا تعبیرهای مختلفی، واقعا زیبنده نیست که ما امروز از تمام کارکنان از همه درآمدها مالیات داشته باشیم، اما افرادی قانون رو دور بزنن و فرار مالیاتی داشته باشن. ببینین همین هفته پیش هم رئیسی تو گفتگوی تلویزیونیش گفت که اینقدر که الان آستان قدس به محرومان کمک میکنه و در یک سال گذشته کمک کرده، بیش از مالیاتی است که بخواد به دولت بده. اصلا مالیات دولت از ما میخواد بگیره؟ چقدر میخواد بگیره؟ 3 برابر مالیات پرداختی، 4 برابر مالیات پرداختی ما داریم به فقرا کمک میکنیم. یعنی کاری که دولت داره پول میده و بودجه میده و اعتبار میده به کمیته امداد، بهزیستی جای دیگه، ما داریم در جای کشور داریم مسکن برای فقرا میسازیم، داریم نون آب برای فقرا جور میکنیم. یعنی چندین برابر پولی که باید مالیات پرداخت بشه، که البته ما این حساب کتاب خواهیم داشت بعداً به ملت اعلام من خواهم کرد که چقدر مالیات ممکن بود به آستان قدس در این معافیت مالیاتی تعلق بگیره، و چندین برابر اون ما در واقع کمک به دولت کردیم عملاً، چون این کار وظیفه دولته ولی آستان قدس داره این کار میکنه. ببینید مفهوم مالیات و نظام مالیاتی اصلا تو ذهن این آقا نمی گنجه. اصلا نمیفهمه که مالیات یعنی حساب کتاب. یعنی قبل از اینکه تبدیل بشه به درآمد جاری دولت از شهروندان، هدف شفاف کردن دخل و خرج شهروندان در همه جای دنیا. همینجوری میگه چقدر میخوای بگیری، ما 3 برابرشو دادیم. این حرفایی که واقعا فقط احمدی نژاد میزد دیگه، حالا خیلی صریح‌تر میزنه آقای رئیسی. چه میگه خانم وفا؟ آقای رئیسی واقعا این راه حلش درباره مالیات‌ها درسته؟ میشه عملیه؟ عرض کنم متاسفانه مردم ایران با راه حل‌های ضربتی آقای رئیسی از نوع شرکت در کمیته مرگ و اعدام 4000 نفر و
و همچنین قتل عام و به اصطلاح حکم دادخواست صادر کردن برای زندانیان کهریزک آشنان، این نوع راه حل دادن هم از همون نوع راه حل دادن های ضربتی است. ایشون توجه نمی کنند که در واقع با این حرفی که من یارانه را سه برابر می کنم، یا حتی آقای قالیباف هم که از همین نوع اظهار نظرها می کنند، در واقع می خواد بگه که من به جای اینکه ایجاد کار بخوام بکنم برای عده دهک های نیازمند، با دادن یارانه اولا پول میدم که ایجاد کار نخوام بکنم، میگم تو برها بهت یارانه میدن، چه نیازی الان فعلا به کار داری؟ دو اینکه در واقع باج میده برای اینکه بتونه خدای ناکرده از ضعف بنیه اقتصادی یک دهکی یا یک عده مردم مستمندی استفاده بکنه برای سرکوب. یعنی این مثل یک به اصطلاح بندیست که میگه من این قطع میکنم اگر در فلان تظاهرات شرکت نکنی، اینو باجی میخواد بده که بسیار شرم‌آور اینو باج. دو اینکه خیلی راحت از ایشو باید به ایش آقای قالیباف باید پرسید که شما اگر یا مردم باید به اصطلاح در واقع توجه بکنن دقیق که اینو بالا بردن یارانه چهار تا حداقل از چهار را ممکنه. یکی این که پول قرض کنه از بانک مرکزی، یعنی استقراض داخلی که بسیار وحشتناک تورم رو بالا میبره و این فشاری است که بعد بیشتر از همه بر دوش این اقشار زحمتکش و به اصطلاح کم درآمد اضافه میشه. دو این که قیمت دلار رو بالا ببره که همینجور باز اثرات تورمی داره برای مردم، از کجا یه جای باید تأمینش کنی پول. یا این که ثروت‌های ملی رو از نو بیشتر بفروشه. و یه راه حل دیگه هم این است که قیمت حامل‌های انرژی رو بالا ببره، باز قیمت نفت و گاز و به اصطلاح گازوئیل و اینا رو بالا ببره که باز اثرات تورمی داره بر به اصطلاح مردم. این نوع راه حل‌ها بدون اینکه مشخص کنن ایشون که تأمین منابعش از کجاست، که در واقع به غیر از این چه راه دیگری نداره، و مشخص نمی کنن که این فشار افزایش یارانه، این صدقه هایی که ما می خواهیم بدیم و از پول ثروت خود شما مردم هست، بخش ناچیزش رو می خواهیم در واقع به شما بدیم، به جایی که در راه تولید راه بندازیم که سهم استفادهش رو کل مملکت ببره و اقتصاد شکوفا بشه، از این طریق نمی خواهیم بگم و اینو پنهان می کنن از مردم. خب برای یه عده که ضعیف هستند و مستمند فکر می کنه 150,000 تومان 250,000 تومان هم در این نداریه که من کل حقوقم 700,000 تومانه خیلی زیر خط فقر، باز غنیمته و خدای نکرده باور میکنه و متوجه نیست چه فشار تورمی بعد از اون بر دوشش میاد. حالا بگذاریم، بفرمایید. معذرت میخوام. ببینید، این همونطور که شما توضیح دادین به هر حال مربوط هست به کل وضعیت اقتصاد و درآمدهای اقتصادی. آقای روحانی میگوید که رشد 7% و 8% در اقتصاد ایجاد شده. امروز هم تو همین مناظره امروز آقایون، آخرین مناظره هم این صحبت شد. تیکه صحبت روحانی رو بشنویم برگردیم. وزیر اقتصاد میگوید رشد اقتصادی کم نمیتواند استانداردهای زندگی مردم را بالا ببرد. با این رشد امکان این که بشه استانداردهای زندگی مردم رو بالا برد وجود نداره. امکان این که بشه با فقر و ناداری مقابله کرد وجود نداره. این رشد نه تنها کمه، بلکه بسیار پرنوسان هم هست و وابسته به تکانه های خارجی است. با تحولاتی که در اقتصاد بین الملل رخ میده، با تغییراتی که در قیمت و درآمد نفت رخ میده، این رشد اقتصادی ما هم دچار تلاطمات شدید میشه. و نهایتاً اینکه نقش ارتقای بهره‌وری در این رشد اقتصادی بسیار نازل و بلکه عمدتاً منفی بوده. خب ببینید، تو مناظره امروز هم مناظر سوم هم عرض کردم که این صحبت شد و رئیسی هم گفت که 7-8% که روحانی میگه درسته، ولی بیش از 6% مربوط به فروش نفته و حدود 1.5% خب بله درسته که این رشد بوده است.
الانم که شنیدیم که آقای طیب نیا گفتش که همین رشد هم باعث تحول در زندگی مردم نمیشود. چه چیزی باعث تحول، چگونه میشود تحول ایجاد کرد در زندگی مردم از نظر اقتصادی؟ عرض کنم اول از همه آقای روحانی باید بدونن که با صرف دادن آمار مردم سیر نمیشن و رشد که ایشون مدعی هستن رشد بسیار بیکیفیتی است و رشد به هر حال یه کمیت داره یه کیفیت. کمیت از نظر کمیت همونجوری که وزیر اقتصادش هم توضیح داد، یعنی که کلا میگن 6 نزدیک 5.8 درصدش از صادرات نفتی است که در سال 95 ایجاد شده. بخش خدماتش بالاست در تولید ناخالص ملی چون بر اساس مصرف محاسبه میشه، بالای 50 درصد. ساختمان که 16 درصد تولید ناخالص ملی رو تشکیل میده وارد پنجمین سال رکود شده. صنعت هم که آمارای خود این مسئولین هست که بنگاه‌های اقتصادی ورشکست شده و به اصطلاح تولید خوابیده در صنعت، پس رشد منفی بوده. کشاورزی مقدار بارندگی ایجاد شده، یه مقدار وضع کشاورزی بهتر شده، اما در کل این استناد به این آمار متاسفانه یک دروغی است که تحویل میدن، چون باید در زندگی مردم مشخص باشه. وقتی میبینی بازار خوابیده، کسب و کار وجود نداره، رونق اقتصادی وجود نداره، همه دم از رکود میزنه، پس کدوم رشدی با کیفیتی؟ حالا شما میفرمایید که چه نوع اقتصادی؟ ببینید اقتصادی که یک نظامی که اصلش بر رانت هست، رانتخاریه، امکان نداره درش وضعیت مردم بهتر بشه. در کل مردم ها همون درصد قلیلی از اون اقلیت وابسته به سلسله مناطق قدرت ممکنه، چون اونجا توزیع درآمد اونجا انجام میشه اغلبش. یک نظامی که در اون اساس سرکوبه، نبود امنیته، به اصطلاح در واقع بحرانسازیه از یک نظامی که بحرانسازی نمیشه توقع داشت بحران رو در جهت رفاه حال مردم، احقاق حقوق مردم حل بکنه. یک نظامی ما اگر میخواییم وضع مردم درست بشه نیازمندیم که این اقتصاد مصرف محور کنونی تبدیل بشه به اقتصاد تولید محور. این اقتصاد تولید محور مشخصه خودشو داره. در یک نظام حقوقمند سیاسی، قضایی، اقتصادی امکانه به وجود آمدنش هست. در یک نظام به اصطلاح تولید محور، بودجه برداشت از تولید ملی است، حتی ساخت اعتبارات، ساخت سیاست‌های مالی پولی، ساخت واردات صادرات، همه تابع تولید ملی و جریان رشدشن، نه مثل الان تابع فروش نفت و پیش فروش ثروت. خب یعنی میفرمایید که به هر حال یک جنبندی اگه بخوایم بکنیم الان در همین مرحله، میفرمایید که تحول در زندگی مردم اصلا ناممکنه در ساخت کنونی اقتصاد کشور، در ساختی که اساسش بر راند. خب یه سوال کوتاه، یک جواب کوتاه خواهش میکنم که آیا این راه حل کوتاه مدتی که میدن برای اینکه جلوی به هر حال انفجار نارضایتی‌ها رو بگیرن، یعنی و اصرار هم دارن همشون به اینکه خب ما بیایم به دهک‌های پایین، به فقیرترین‌ها یارانه بیشتری بدیم، که امروز هم باز بود در مناظره که رئیسی تاکید میکرد بیش از 3 برابر میکنه این کارو، و بعد روحانی هم میگفتش که از ما سیستم تامین اجتماعی به شیوه غرب، یعنی جاهای دیگه میخوایم راه بندازیم در دولت 12 این داستانا، که حالا اون اصلا بحث جدایی است که اصلا چون این چیزی ممکن هست بر اساس توضیحات شما که اصلا ناممکنه چون این چیزهایی، حتی چون این طرحهایی در ایران که از کجا باید بیاره دولت هزینه بکنه و بحران ساز نباشه، ولی در ارتباط با همین در واقع 3 برابر کردن مثلا در کوتاه مدت، فرض کنید برای 2 مثلا یا 4 به دهک‌های پایین جامعه، آیا این ممکنه یا نه؟ این راه حل کوتاه مدت خدمتون گفتم 4 راه داره، همش هم اثرات تورمی داره در کوتاه مدت و دراز مدت، پس بنابراین راه حل این نیست. بسیار خوب. ببینید این ویرانی زندگی اکثریت جمعیت کشور بعد از 38 سال حکومت جمهوری اسلامی طبیعتاً به شکاف‌هایی در داخل نظام مقدس رسیده و البته احتمال تکان‌های جدی اجتماعی هم کم نیست، کما اینکه امسال هم رویاروی تبلیغاتی نامزدها زیاد شده و همه هشدارشون به همینه، همه 6 و مخصوصاً این رویاروی تبلیغاتی بین روحانی و که سعی میکنه روحانی حرف جوونا رو بزنه، برای رئیسی که کارنامه 38 سالش
از همه واضح‌تر است و خانم وفا اشاره کوتاهی کردن. روحانی به همین کارنامه رئیسی است که اشاره کرد. از پخش این تیکه سخنرانی روحانی و شعارها البته که دو موضوع مورد نظر بود. یکی اینکه طوری آقای روحانی صحبت میکنه درباره اعدام و زندان که انگار یه نفر از بیرون از دایره حکومت آمده شده نامزد، حالا داره میگه شما مسئولان حکومت اعدام و زندانید، مردم شما رو نمیخوان. آقای احمد توکلی هم که نماینده پیشین مجلس هستند، یه نامه نوشتن به روحانی و نوشتن اگر شما راست بگویید با آن سابقه سطوح بالای امنیتی در خیر و شر کار کرد نظام در بالاترین سطح شریک هستید و نمیتوانید مدعی کسی باشید. باری از طرف دیگه اون چیزی که بیش از همه تو این سخنرانی‌ها که صدا و سیما البته این قسمت رو سانسور میکنه میبینیم، شعارهای از جنس سال 88 شنیدین دیگه. روحانی هم با صراحت علیه حبس خانگی و ممنوع تصویری خاتمی صحبت میکنه و البته حبس خانگی مال روحان، مال کروبی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی و ممنوع تصویری، به هر حال محدودیت‌های زیادی که برای محمد خاتمی ایجاد شده. خیلی صریح صحبت میکنه تو سخنرانی‌هاش و میگه اینا غیر قانونی است. هم میدونن که اینا دستور مستقیم خامنه ایست. چرا شخصیت‌های ما، چرا بزرگان جامعه ما، چرا اونهایی که به این کشور خدمت کرده اند، چرا اونهایی که دلسوز جوانها هستند، چرا اونهایی که گفتگوی بین ملت‌ها را به ارمغان آوردند، چرا اونهایی که چهره واقعی ایران را به جهانیان نشان دادن، چرا اونها را خانه نشین می کنید؟ با چه قانونی؟ با چه مقرراتی؟ ما 29 اردیبهشت پای صندوق می رویم تا بزرگانمان را به جامعه برگردانیم. ببینید آقای روحانی میگه رأی بدید به من تا موسوی و کروبی و خاتمی به جامعه برگردانم، فارغ از این که بعد 4 سال پیش هم همین بود و پیشرفتی هم حاصل نشد. آقای دایی، یه همچین فضایی که تقریبا هر جا روحانی سخنرانی میکنه هست، آیا نشانه این نیست، رک بپرسم، که اگر روحانی نشود رئیس جمهور، حالا با تقلب یا بی تقلب، ماجرای سال 88 ممکنه دوباره تکرار بشه؟ یعنی جنبش سبز این بار پشت سر روحانی ایستاده، لااقل بخش همچنان فعال جنبش سبز؟ عرض کنم که خطر جنبش مردمی، قیام مردمی هست. خود خامنه‌ای در صحبتاش در دانشگاه امام حسین هشدار داد، همشون دارن هشدار میدن، خطر جدیه. ولی نه از زاویه طرفداران جنبش سبز، نه خیر، نارضایتی‌های مردم بسیار عمیقه و هر لحظه میتونه از این شکاف‌های داخل حکومت مثل آتش‌فشان بیرون بزنه. من یه نکته رو بگم، در صحبت‌های این روحانی و اینها بود و صحبت‌های خود شما مطرح شد، اینه که واقعش اینه که یه لحظه ما کلاهمون رو قاضی کنیم، چون واقعش اینه که آدم در برابر این اوج عوام فریبی که از طرف این حکومت هست دهانش باز میمونه. اولا این نمایش مسخره که اسمش انتخابات است، تحقیرآمیز انتخابات. دوم
ببینید کاری که روحانی دوستانش و طرفداران به اصطلاح اصلاح طلبان در خارج میکنن با تبلیغات اینه که اولا احمدی نژاد رو میکنن مظهر فساد و دزدی و بدی و سیاست‌های غلط که اینا بکشن بالا، هم به مردم هم به دنیا بگن ببینید پس ما خوبیم، احمدی نژاد بد بود ما خوبیم، در صورتی که نه احمدی نژاد قدرتی داره نه روحانی. 20% حداکثر قدرت دست اون بوده، حداکثر هم 20% دست توه، همونطور که خود خاتمی گفت رئیس جمهور تدارکات چیه. بنابراین چرا میرسی گردن اون؟ میرسیم به جنایت. الان یه دکان جدیدی باز کردن به جنایات رئیسی اشاره میکنن، آیت الله قتلام. اولا آیت الله قتلام خود خمینی بود، بالا سر همه قرار داشت، بنابراین چرا میاریش در حد رئیسی؟ یک. دوم، اگه شرکت در قتلام بده چرا پور محمدی شده وزیر دادگستری روحانی؟ جرم پور محمدی در قتلام کمتر رئیسی بود. سوم، کلاهمون رو قاضی کنیم سوای مسئله قتلام که مسئله کمی نیست، جنایت علیه بشریته. توی این 38 ساله خود روحانی نقش بیشتری در سرکوب داشته به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، به عنوان یکی از بالاترین مسئولان امنیتی کشور یا رئیسی؟ بیام کلام رو قاضی کنیم اینایی که این دکان رو درست کردن. بعد این وعده وعیدهایی که اینها دارن میدن، دکانهایی که باز کردن، چهره خاتمی رو آزاد بکنید تا چهره اونایی که چهره یعنی از ممنوعیت در بیارید، اینایی که چهره واقعی جمهوری اسلامی نشون دادن. آقا اینا سیاست لبخند بود، دکان عوام فریبی بود تحت نام گفتگوی تمدن‌ها اون موقع راه انداخت علم ظریف و روحانی با دیپلماسی لبخند. میخواید بفهمید کجاش دروغه؟ تو خود همین مناظره روحانی اومد از سیاست جمهوری اسلامی در سوریه دفاع کرد، بهش افتخار کرد از این دخالت ها، از جنایت علیه بشریت در سوریه. مگه همین روحانی 4 سال پیش موقع سفر به نیویورک، اولین سفرش، در انجمن آسیایی سخنرانی نکرد گفت ما سیاست خارجی خودمان را بر اساس منافع اقتصادی میکنیم و کلی وعده وعید مگه نداد؟ خب تو که داری از بدترین بخش سیاست خارجی جمهوری اسلامی و کشتار مردم سوریه داری دفاع میکنید. همه اینها دکانه، تمام اینها همون سیاست لبخندیه که میزنن. در سیاست خارجی و داخلی هیچ تفاوت اساسی بین این جناها نیست، همه شون هم در جنایت شریکن، کلی به هم وعده میدن، یقه همدیگرم بی خود میگیرن. یا اگه واقعا راست میگن اینا، برن همین الان سراغ خامنه ای رو بگیرن، سراغ ولی فقیر رو بگیرن، از اون خط قرمزایی که قبل از مناظره براشون ترسیم کردن اگه جرأت دارن یک مثقال پاشون رو بگذارن اونورتر. من قبل از اینکه درباره سیاست خارجی که شما اشاره کردین برم رو اون قسمت، در این فرصت باقی مونده، خانم وفا، من پرسشی که از آقای دایی کردم و خواهش میکنم بفرمایید که نظر شما هم چیست. یه 2-3 دقیقه وقت داریم برای شما، خواهش میکنم. میکنم اگر اجازه بدن آقای دایی، تکمیل میکنم صحبت ایشون رو. مردم ایران رو ارجاع میدم، خیلی فیلمش هم هست رو یوتیوب، به اصطلاح برم ببینن، سرچ کنم ببینن. آقای روحانی در 23 تیر 78 بعد از الغار کوی دانشگاه تهران و تبریز، بعد از اینکه دانشجویان رو اون شکل فجی زدند و غارت کردند کوی دانشگاه رو، اومده در نماز جمعه، فیلمش هم هست، تهدید میکنه، میگه اگر من مسئولی نبود، در مقام دبیر شورای امنیت ملی اینو میگه، اگر من مسئولی نبود تک تک قطعه کرده بودن شما اراذل اوباش رو. خطاب به دانشجو میگه اراذل. پرسش بنده مشخصا این بود، پرسشم این بود که آیا اگر روحانی رئیس جمهور نشود با تقلب یا بی تقلب، آیا امکان برآمد مجدد جنبش مردمی در خیابان ها هست به دلیل حمایت وسیع جوانان طرفداران جنبش سبز از روحانی و شعارهایی که سال 88 هم داده میشد میشنویم تو سخنرانی؟ خواهش من این رو ربط نمیدم به انتخاب آقای روحانی یا عدم انتخاب اون، ربط پیدا میکنه به بلوغ سیاسی مردم ایران که بدونن حق حاکمیت ملی رو از این نظام که غصب کرده باید برگردونن به خودشون، یعنی فارغ از اون، مستقل از این نظام، مستقل از نیروها و قدرت‌های خارجی باید برگردن که به اصطلاح در واقع این حاکمیت رو برگردونن به خود و تصدی کنن اموری رو که مربوط به خودشون هست. بنابراین تحریم واقعی
به یک تحریم فعال کنن. این جنبش هر آن به علت وضع اسفباری که ملت ایران بهش دوچار هست و حقوقش ضایع شده، هر آن امکانش وجود داره و من استقبال میکنم از اینکه مردم بدون کمترین خشونت، بدون پرداخت کمترین هزینه، با خشونت زدایی این نظام سراسر فساد جنایت رو تحریم بکنن و اولین قدم عدم به سلام مشروعیت زدایی از این نظامه. با نگفتن به این نظام، رأی ندادن در مقابل افکار عمومی جهان، مردم ایران مشروعیت می‌زدایند از این نظام و قدم اصلی تحریم و فعال بودنش خشونت زدایی در سطح‌های مختلف رفتار مدنی جامعه ایرانه که این جنبش اونجا معنی پیدا می‌کنه که هر نوع خشونتی رو که این نظام به مردم تحمیل کرده در تمامی آسیب‌های اجتماعی، سیاسی، محیط زیستی، مردم خود تصدی امور رو به عهده می‌گیرن، با خشونت زدایی آرام آرام هر آنچه را که این حکومت غصب کرده و این حاکمیت غصب کرده برگردونن به خود و خود تصدی کنن اون تحریم فعاله و بعد از اون یک نگاه روشنی بیاندازن به بدیلی در خور، بدیلی که سخنگوی مردم باشه، نه قیم مردم، و اون بدیل رو که از دل خود جامعه ایران، نه قدرت خارجی برمی‌خیزه، اون بدیل رو قوت خب اینا آرزوهای بخشی از اینا آرزوهای بخشی از روشنفکران ما و تحصیل کرده های ما و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی، چون اول برنامه هم نشون دادیم که وقتی که به هر حال اعتراض عمومی، یعنی از خشم عمومی مردم برمیخیزه، تو قسمت تقدیمی به عمد اون برخورد با آقای روحانی رو نشون دادیم که جرأت کرد بود آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور برود، در کار بسیار درستی البته کرده بود که برود در معدن فرو ریخته و منفجر شده یورت که متعلق است به بسیج و سپاه، اونجا با کارگرایی که 43 نفرشون کشته شده بودن و موقع 42 نفرشون کشته شده، خانواده ها و اینها، و در برابر کارگرای خشمگین، مهم آنچه که ما نشون دادیم واکنش کارگرا بود و در واقع اعتراض اجتماعی از خشم برمیاد. اینقدر خلاصه به شیوه تر و تمیزی که ما آرزوشو داریم یا هر کس دیگه ای آرزوشو داره پیش نمیره. ولی ببینید، اجازه بفرمایید که فرصتمون کوتاه، من فقط درباره دو تا تیکه پخش بکنیم از آقای روحانی درباره سوریه بریم و برگردیم درباره سیاست خارجی. امروز ما در شرایطی هستیم که ایران به عنوان یک قدرت بزرگ در منطقه از دید همه جهانیان مطرح است. این نکته کوچکی نیست که مهمترین موزل منطقه، یعنی مسئله سوریه، الان در دنیا داره مذاکره میشه. ایران، روسیه و ترکیه هستن که دارن مذاکرات اصلی و بار رو بردوش دارن. کی بوده تا حالا که در یک مذاکرات مهم بین المللی ایران نقش این چنین تأثیرگذاری داشته باشه؟ خب یه تیکه هم هست که آقای رئیسی در صحبت، یک خارج از مناظره ها صحبت میکنه که بیش از همه ایشون درباره سیاست خارجی البته صحبت کرده به طور کلی، اون تیکه آقای رئیسی رو هم پخش بکنیم که درباره سیاست خارجی شه. ما یک امتداد راهبردی داریم، دشمنم یک امتداد راهبردی داره. عربستان سعودی امروز به عنوان آل سعود، به عنوان امتداد راهبردی استکبار جهانیه، یعنی جنگ نیابتی از طرف امریکایی‌ها را انداخته تو یمن، امتداد راهبردی دشمن. ما هم یه امتداد راهبردی داریم. مردم دلداده به خدا در عراق و سوریه و افغانستان و یمن و در همه عالم، اینا تشکیل یک امت اسلامی رو میدن. اینا یک امتداد راهبردی است. نه این جنگ و ستیز با استکبار جهانی، این جنگی است که تا زمانی که جریان استکبار در مقابل دین ما بیستد، به تعبیر امام در مقابل همه دنیای او خواهیم ایستاد. این اراده مردم مسلمان هست. آقای دایی، دو دقیقه و نیم وقت داریم، زمان با شما از خواهش میکنم بفرمایید که اگر رئیسی بشه، رئیس جمهور، چشم‌انداز جنگ عینیت پیدا میکنه؟
عرض کنم که سیاست خارجی نه ربطی به رئیسی داره، نه ربطی به روحانی داره، نه ربطی به ظریف. دست ولی فقیه سپاه بوده، همیشه هم همین طور بوده، خارج از این هم نخواهد بود. یک. دومی که خب این حرفایی که رئیسی میزنه همون خط خامنه‌ای رو میگه. آن چی که مشخصه اینه که روحانی هم دفاع میکنه از حضور در سوریه، افتخار میکنه به نقشی که جمهوری اسلامی در سوریه داشته و این نشون میده که در سیاست خارجی هیچ تفاوتی به اونها نیست. اما یه پیام دیگری هم داره. ببینید وقتی روحانی گریبان رئیسی و قالیباف و اینا رو میگیره که چرا به سفارت عربستان حمله کردید که توریستا نمیان، اقتصاد ما خراب شد، آقا تو وقتی که از دخالت جمهوری اسلامی در جنایت در سوریه حمایت میکنی، از سیاست های منطقه جمهوری اسلامی دفاع میکنی، همین سیاست هاست باعث کلی تحریما شده که پدر مملکت در برده. بنابراین عوام فریبی رو بس کن. نکته دیگر مهمتر از اون میگه آن روی سکه دخالت در سوریه چیه که سالی 10 تا 15 میلیارد خرج میکنید، سالی چند صد میلیون به حزب الله میدید، میلیاردها دلار در عراق و یمن خرج میکنه، آن روی سکشیه. آن روی سکش همین بدبختی وضع مملکته. یعنی یک کارگری برای ماهی 250 دلار میره در عمق 2000 متری زمین تو معدن زغال سنگ بدون وسیله ایمنی، جانش رو کف دستش میذاره، جونش رو به حراج میگذاره که زن و بچهش از فقر و فلاکت نمیرن. این آن روی سکه سوریه و لبنانه. یعنی پولهای مملکت رو که نفت و گاز این مملکت مال سرمایه های این کشور حراج میکنن، تبدیل به پول میکنن، بخش عمدش رو خود باندهای مافیایی میخورن و غارت میکنن که گوشه کوچیکش رو اشاره میکنن تو این دعواها، بخش دیگرش رو خرج حزب الله و سوریه و غیره میکنن، بعد روحانی میاد بهش افتخار میکنه. ببینید همشون اینه. از این سیستم برای مردم ایران هیچی گیر مردم نمیاد. 4 سال پیش که روحانی اومد وقتی ما هم میگفتیم، میگفتن ای بابا بدبینید. ببینید الان این شده بعد 4 سال. بسیار سپاسگزارم خانم جاله وفا و آقای حسن دایی. بریم پرده آخر. حدیث داریم قبل از زلزله قیامت خدا به ملائکه امر میکنه، میگه کربلا را برید از زمین جدا کنید بیارید بالا، میخوام زمینا بلرزونم، کربلا نباید بلرزه. خدای آدم میره رو گاری سیب زمینی بخره، میگه آقا جدا نکن در همه، خدایا بیا جدا نکن در همه، شب گذرنامه کربلا را ما را ویزا کن. شب و روزگار خوش.